میگذره. رفقای گلم، همگی سلام، خیلی خوش اومدید به کانال موزیک شهر. شاد مهر عقیلی نسبت به داستان ژینا، داستان عشق سابقش و اینها، یه سری واکنش هایی داشته، تو کنسرتش بوده، نمیدونم توی مصاحبه بوده، کلن اصلا توی آهنگ بوده، آهنگ ژینا رو تغییر داده، گل من و فلان و اینا. همه رو ما با هم دیگه توی این پست یه نگاهی بهش میندازیم که حالا ببینیم مثلا شاد مهر واقعا دنبال همون عشق قدیمی هست یا اینکه نه اصلا فراموشش کرده، که به نظرم توی این پست به یه سری نتیجه ها میرسیم راجبش. اولین ویدیویی که شما براتون میذارم ببینید یه دونه ویدیو هستش راجب یکی از مصاحبه های قدیمی شاد مهر هستش و اونجا راجب عشق ازش سوال میپرسن و واکنش شاد مهر نسبت به این قضیه رو شما ببینید. واقعی عشقیه که تو به خانواده‌ات داری، اون عشق واقعیه. هر روز نمیگی دوستت دارم، ولی اگه اتفاقی براش بیفته اصلا تعریف شاد مهر از عشق همون خانواده است و تمام چیزهایی که توی ویدیو راجبش حرف زد. یه جایی توی یکی از کنسرت های شاد مهر از شاد مهر میخوان که آهنگ ژینا رو بخونه و واکنش خیلی قشنگی نشون میده شاد مهر به این قضیه و در جواب به اون آهنگ آدم فروش رو میخونه. خوش میگذره. آدم فروش من آدمه به خاطر آدم فروش عاشق سر به راهت کشیدی دنبال خودت، هرچی که بین بودی یاده نمیاد. بعد از اینکه آهنگو میخونه اگه دقت کردین میگه که دیدی یادم نیست، آخر سر اصلا شعر رو از یادش میره، یه جورایی میشه گفتش که فراموشش کرده تا حدودی حالا شاد مهر این قضیه رو. ویدیو بعدی هم که براتون میذارم شاد مهر روی صحنه هستش و میگه که اون آهنگ اسمش عوض شده و از خانومش هم دعوت میکنه که روی صحنه بیادش توی ادامه ویدیو. یه هستش دوتایی هستش پشت سر هم و این هم باز هم یه نشونه هستش که میشه گفت حالا فراموش کرده. حالا باز هم توی آخر ویدیوی نکته‌ای بهتون میگم که اون نکته هم به نظرم خیلی جالب هستش. اما مورد بعدی که حالا یه حاشیه‌ای هم درست شد بابت یکی از کنسرت های شاد مهر هستش که شاد مهر بعد از چند سال آهنگ ژینا رو میخونه و به جاش از کلمه گل من استفاده میکنه. حالا این آهنگ یه نکته ای داره، حالا جدا از این که شاد مهر، حالا بعضی هم میگن همون گل من دوباره همون ژینا هستش، یه چیز دیگه هستش که خیلی اصلا نگفتن، من اونو پیداش کردم و به نظرم درسته. الان ویدیو میاد، این تیکه گل منشه. اما توی ادامه آهنگ اصلی ژینا شاد مهر میخونه با تو پروانه میشم، اما توی این اجرای کنسرت نمیگه با تو پروانه میشم، میگه بی تو پروانه میشم. با تو پروانه میشم، با تو افسانه میشم. این هم یه نکته بود که گفتم بگم و مشخصه که اصلا کلن شعر رو عوض کرد شاد مهر، یعنی با تو پروانه میشم بی تو پروانه میشم شد
و اصلا یه نکته رو همونجا خودش رسون اصلا به گوش همون ژینا، که حالا به نظر من ژینا الان داره با استفاده از شادمر، یعنی با استفاده از اسم شادمر یه جورایی دوباره میخواد توش رو سر زبونا بندازه و دنبال جمع کردن فالوور و اینجور چیزا هستش. اما یه نکته دیگه هم که میخواستم بهتون بگم این هستش که گاهی اوقات وقتی که بعضی از آدم از زندگی آدم میرن باعث میشه که یه چیزای بهتری آدم به دست بیاره. نمونش همین داستان عشق ژینا و شادمر. شادمر اون زمان ژینا رو از دست میده، ولی اون عشق ژینا از شادمر یه شادمری میسازه که میشه اسطوره. اگه مثلا من میگم اگه شادمر مثلا اون زمان ژینا رو از دست نمیداد، شاید خیلی از آهنگای غمناک و عاشقانه رو نمیخوند و هیچ وقت شاید اینطوری به اسطوره پاپ تبدیل نمیشد شادمهر رقیلی. و این هستش که میگم بعضی از آدم ها که میرن ممکنه که آدم یه چیز خیلی بهتری به دست بیاره، یا میگن یه چیزی رو از دست میدی یه چیز بهترشو به دست میاری. دقیقا اینجا این قضیه برای شادمهر و عشق ژینا صدق میکنه این قضیه. امیدوارم که از دیدن این پست لذت برده باشین. شما حتما این پست رو لایک کنید، کامنت بذارید راجع به این قضیه داستان عشق شادمهر و ژینا. کانال حتما سابسکرایب کنید اگه دوست داشتین. این پست رو برای دوستاتون هم بفرستین و تا پست‌های بعدی فعلا خدافظ.